سعید هستم، مسلمون هستم، فوق تخصص له کردن فریشت رو دارم. یه سوالی مطرح کردم تو کلاب هاوس از اساتید که نه آقای کنگرلو، نه آقای وریا و نه هیچ دکتر و نمیدونم بیولوژیستی نتونسته جواب بده، فرگشت رو در به داغون کرد. حالا شما که ادعای فرگشت دارین و میگین فرگشت فکت، همه چیز به صورت رندوم میوتیشن اتفاق افتاده، انتخاب طبیعی بوده و این حرفا، یه سوالی رو مطرح میکنم، خیلی دوست دارم ببینم شما میتونین جواب بدین یا شما هم قراره بدین مثلا جواب پیدا کنین. این آدم ادعا میکنه که میاد فرگشت رو له میکنه چون رفته مطالعه کرده. کسی که نمیدونه پیر ریویو چیه، کسی که نمیدونه آکامز ریزر چیه. ما اینا تو راهنمایی خوندیم بچه، من یادمه ما اینا تو راهنمایی تو جمهوری اسلامی با اون سیستم تحصیلاتی مزخرفش، من راهنمایی یادمه میگفت گل این قسمتش نره، این قسمت ماده شه. بعد طرف رفته میاد ادعا میکنه رفته من زیست و اینا رو خوندم و بلدم و دانشمنده جواب من رو نمیتونم بدن. آقا یه کسی که سوادش در حد راهنمایی میتونه به شما توضیح بده که داری اشتباه میکنی، بعد میگی دانشمنده تو جواب سوال شما موندن. خنددار شمایید، واقعا خنددار، واقعا مسخره است. آیا آرمین، وقتی که ما در مورد اندام موجودات صحبت میکردیم، در مورد چشم صحبت میکردیم که چجوری به وجود اومده، نمیتونه این مثلا چشم با این پیچیدگی طراح نداشته باشه، میومدیم میگفتیم شما نمیتونین چندین میلیارد سال رو درک کنین که این تو این چندین میلیارد سال تکامل پیدا کرده. ما دیگه آخرش سر تعظیم فرود آوردیم به این خزعبلاتی که فرگش میگه، گفتیم آقا باشه شما قبول، شما درست میگی. حالا من یه مسئله واسه من پیش اومد، این رو میخوام از مطرح کنم، از شما بپرسم ببینم شما چه جوابی میخواییم بدیم. من در مورد دستگاه جنیتال یا همون دستگاه تناسلی، سیستم جنیتال رفتم یه تحقیقی کردم، یه سوالی واسه من پیش اومد. دستگاه تناسلی نر و ماده تکامل پیدا کردن بدون اینکه هیچ آگاهی از داخل اندام همدیگه داشتن، از سکسولوژی و مورفولوژی همدیگه خبری نداشتن. چگونه اتفاق افتاده اگر طراحی این وسط وجود نداره؟ من فکر کنم الان یه سوال انقدر عجیب غریبی از من میشه که من باید میگفتم که خب من نمیدونم جواب این رو و البته و این دلیل نمیشه، ولی خب سوالی که کردین اتفاقا سوال سختی نیست، خیلی از لحاظ فرگشتی توجیهش خیلی کار راحتیه. با اعتماد بسیار زیادی، با درکی که از فرگشت دارم، الان به شما یه جوابی میدم که احتمال درست بودنشو زیاد میدونم. خب قرار نیست اینا همدیگر اصلا بتونن ببینن، یعنی دقیقاً اون مکانیزمی که کار نکنه، مکانیزمی که بقا پیدا نمیکنه. شما نگاه بکنین که قبل از انسان حیواناتی که انسان ازش اومده این سیستم ها فرق میکرده و این سیستم ها در طول فرگشت همجوری عوض شده و هر موقع هم عوض شده به جهتی عوض شده که کار بکنه. اگه این اسپرم ها مثلا یک شکل دیگه ای داشتن یا دومشون یک شکل دیگه بود، خب این کار رو نمیکردن توی یک پروسه خودجوش مثل فرگشت. خب یک عامل انتخاب کننده داشته باشین که توی فرگشتم میشه بقا، میشه بقا پیدا کردن، میشه انتخاب طبیعی که شما ویژگی هایی رو که اگه نداشته باشین، اون ویژگی ها اگه نداشته باشین باعث انقراض میشه. وقتی که شما به یک سیستمی، یک نیروی انتخاب کننده استفاده بکنین، این چیزهایی که برای شما خیلی سخته که تصور بکنین که چقدر با همچین سرعتی داره اتفاق میفته، اتفاقا به سرعت شتاب پیدا میکنه و همون نظم اولیه هم که شما روش دارید ببینید بعد از اون به طور الگوریتمی، یعنی با شتاب بیشتر این نظم رو به جلو میره. این برای در مغز ما درکش خیلی سخته، ولی اینو ما این پدیده رو خیلی جاها داریم میبینیم. ببین قبل از اینکه سپرم این شکلی باشه، قبلش یه شکل دیگه بوده تو از حیواناتی که ما ازشون فرق. ببین نگاه کنیم مثلا، ببین تو ماهی‌ها نگاه بکنید، خب تو ماهی‌ها مثلا سپرمشون فرق میکنه. حالا قبل از ماهی‌ها بریم ببینید چی بوده، ولی در نهایت تمام ویژگی هایی رو که داره آروم آروم عوض شده برای اینکه مناسب باشه با اون شرایطی که داره. و چرا این اتفاق افتاده؟ هر جور دیگه بود، برای اینکه هر جور دیگه اگه می بود منقرض میشد اون حیوان. واضحه این آیا اول ماده دستگاه تناسلیش کامل شده بعد نر نسبت به اون تکامل پیدا کرده، یا اول نر تکامل پیدا کرده بعد ماده اومده دستگاه تناسلیش کامل شده؟ خب اینکه صفر و یکی نیست که. دستگاه تناسلی قبل از اینکه دستگاه تناسلی باشه یه چیز دیگه بود، بعدن تبدیل شده به یه چیزی شبیه دستگاه تناسلی بود. این واضحه.
شما اگه میگی شما میگی هر کسی که برگشت میگه توهم جواب سوال رو من رو داره. خود دانشمند آره مثل شما خود مقالاتی هستش داخل اینترنت. من رفتم مقالات انگلیسی رو آوردم ترجمه کردم خوندم، جوابش رو نمیدونن، میگن نمیدانیم چه جوری این اتفاق افتاده. چه گفتم که من چون پروسه فرگشت رو میشناسم میتونم جواب این سوال رو بدم و به احتمال زیادم درسته، ولی همین که گفتم حتی اگه نمیدونم شما از این فرصت استفاده کردین که اگه نمیدونی نگو، چون شما منتظر جواب من نیستی، شما منتظر من منتظر این هستی که به مخاطب نشون بدی که یک آتئیست دیگرم له کردی، همونجوری که اومدی درباره وریا و بقیه صحبت کردی. یعنی الان هدف کسب درک از طرف مقابل نیست، کسب نشون دادن خفن بودنه که من له کننده کسایی هستم که به فرگشت اعتقاد دارن. برای همین همون یک واژه رو که من گفتم شما بولدش کردین که او حرف نزن دیگه، من تو رو شکست، بذار مخاطب این درک رو داشته باشه که من شما رو شکست دادم. در صورتی که این کسی که یک ذره مطالعه بکنه طول مزیستی میفهمه که این سوالا چقدر خنده داره، اینقدر این جواب ها داده شده اصلا تو دنیای علوم فرگشتی، تو دنیای علوم زیست، از این مراحلی که ما این جواب ها رو بدیم سال هاست که گذشتیم. خیلی کار راحتیه برای یه کسی که فرگشت خونه. آیا میشه رفرنس بدیم به هم؟ من خیلی مقالات علمی رو رفتم از داخل سایت های اینترنتی گشتم پیدا کردم، هیچ دانشمندی جواب این رو نمیده. الان برام خیلی عجیب شده که شما جوابش رو میدونید. هر من ادعا میکنم که هر کسی که فرگشت و هر دانشمندی تو از فرگشت جواب شما رو به راحتی میتونه بده. یکی هم من این بازی رو بلدم. خب شما توی فرگشت هر چقدرم توجیه بکنی یک چیزی رو، در نهایت یک سری جزئیاتی باقی خواهند موند که اون جزئیات هنوز حل نشده خواهد بود. کسایی که به فرگشت اعتقاد ندارن میرن میچسبن، چون جزئیات بالاخره همیشه جزئیات خواهد تو دنیا علم، شما به توجیه 100% نمیرسید، همیشه جا برای کشف بیشتر باقی خواهد بود. ولی کسی که به فرگشت اعتقاد ندارن یا به اینکه به نتیجه های دنیای علم اینو باور ندارن، دو روش استفاده میکنن. یا اگه کسی اومد جواب داد و جواب قانع کننده داد، بهش میگن که خب این توهمه، با اینکه طرف با تمام استدلال و سند و همه چی اومده نشون داده که حرفش چرا درسته، ولی میگن نه شما توهم زدی. یا اینکه وقتی که توی دنیای علم اون جزئیاتی رو که کامل دقیق یه پروسه رو هنوز نفهمیده که دقیق به چه شکلی یه پروسه اتفاق افتاده، ندانستن اون جزئیات رو سند بر این میدونن که اصلا کل این پروسه توجیه نشدنی هست و هنوز توضیح داده نشده. در صورتی که این به این شکلی که الان سعید داره میپرسه جواب این کاملا واضحه. خب ما قبل از این که دستگاهات مثلا تناسلی داشته باشیم که تو حیوانات مختلف، همین رو تو یک حیوان مثلا داشتیم که یک حیوان به خودش مثلا جفتگیری میکرد، این خیلی بدیهیه، بعدن مثلا اینا از هم جدا شدن. و اینکه توی حیوان این قبل مثلا پس قبل از این که مثلا دو تا سکس داشته باشیم که این دو تا سکس دارن با هم جفتگیری میکنن، اینا توی خود حیوان داشتیم که این کار انجام میداد. حالا بیای قشنگ بری تاریخچه اینو میتونی بری مطالعه بکنی که این اندام توی اون یک حیوان مثلا به چه شکل فرگشت پیدا کرده. چیزی که قبل از شما به این نگاه مغلطه صفر و صدی نگاه کردنه که شما فکر میکنی که با یک زمانی بوده که مثلا ما آلات تناسلی بین دو تا سکس رو نداشتیم، یه روز نداشتیم و فرداش داریم. در اصل که تمام این پروسه ها طیفیه و شما اگه تمام نقاط این طیف رو نگاه بکنید کاملا قابل توجیهه که چرا الان این ویژگی ها رو داره آلات تناسلی ما و قبلش چی بوده و چرا از این مرحله به این مرحله رسیده. آقای دکتر کنگرلو گفت نمیدونم، آقای بری امیری گفت من نمیدونم، آقا شما اومدی میگی میدونم، خیلی علاقمندم قشنگ کامل مفصل توضیح بدی برای که ان شاءالله من جواب سوالم از شما بگیرم. اوکی آقای کنگر خیلی جالبه. ببینید ما از مغلطه توسل به جهل که یک مغلطه خیلی واضح و بدیهی هست که چرا مغلطه هست، رسیدیم اون مغلطه توسل به جهل. معمولا مغلطه توسل به جهل کلن دانش بشری بوده، الان به یه سطح مغلطه حتی خیلی ابتدایی تر هم رسیدیم به مغلطه توسل به جهل وریا، آقای کنگرلو و آرمین نوابی. همبستگی هستش. وقتی ما در مورد یک موجود صحبت میکردیم، خب همیشه آتیست ها میومدن میگفتن اِوِلُوشن فکته، این ثابت شده، این تکامل پیدا کرده. حالا من تکرار میکنم به خاطر اینکه 100% کسایی هستن تو روم اومدن شاید نشدیده باشن، این در مدت های طولانی تکامل پیدا کرده. حالا مثال چشم رو میزدیم، مغز رو میزدیم، دهان رو میزدیم، جوابش یه دونه بود،
ولی وقتی ما میایم در مورد دستگاه تناسلی موجودات صحبت میکنیم آقای آرمین، ببینید دستگاه تناسلی نر به خودی خود هیچ کاری نمیتونه انجام بده، دستگاه تناسلی ماده به خودی خود هیچ کاری نمیتونه انجام بده، بودن اینها در کنار هم و انجام عمل سکس باعث لقاح موجودات میشه. خب و این رو ما تو موجودات خیلی زیاد میبینیم. حالا باشد موجوداتی هستن شاید به اکسرایی میکنن، گردشانی میکنن، ما اونا رو فاکتور میگیریم کنار میذاریم، فقط در مورد نرها و ماده ها میریم صحبت میکنیم. در مورد دیگه نحوه عمل کرده این دستگاه هم که توضیح دادم دیگه چقدر پیچیدگی هست. شما میگین خب اون موجودی که اسپرم هاش دم نداشته از بین رفته، موجودی که نتونسته نعوض بکنه از بین رفته، موجودی که ماده نداشته از بین رفته. ببینید اینجوری ما بخوایم نگاه کنیم اصلا هیچ موجودی نباید تو کره زمین میبود مگر موجوداتی که به اکسرایی میکنن. این یک. دو، دستگاه تناسلی موجودات هم به نحوی هست، این دستگاه به شکلی هستش که مثل چشم نیست. یعنی بگیم یک موجودی آقا یه طیفی از نور رو میدیده، تکامل پیدا کرده و الان طیف‌های زیادتری رو میبینه، قبلا اینجوری نبود. نه، دستگاه تناسلی باید از به بسم الله که موجود به وجود میومده ماده و نر رو بدن اینا میبوده، نمیشه بگیم ذره ذره تکامل پیدا کرده و داره کار میکنه. این اصلا با عقل و منطق جور در نمیاد. کوچکترین ایرادی که به این دستگاه وجود داشته باشه، تکامل رو نداشته باشه، این دستگاه کار نمیکنه. این حرفتون هم که اصلا اشتباهه بخواین بگین همچین چیزی هست. در مورد جواب این آقای آرمین، من زیاد تحقیق کردم، نه داروین تونسته جواب بده، نه دانشمندای دیگه تونستن جواب بدن، نه هیچ کس دیگه، واقعا جواب نیست. چون به طراح میرسیم، به طراح هوشمند میرسیم. چرا؟ چون از داخل اندام هر دو موجود آگاهی داشته و این همبستگی و این کورولیشن رو تونسته برقرار کنه، نیاز نبوده موجود تکامل پیدا کنه. حالا شما میتونید حرف من رو لغز بکنین، بسم الله من میشنوم دیگه، ببینم جوابتون چیه، کامل توضیح بدید که فلان موجود اینجوری بوده، اینجوری تکامل پیدا کرده، این حرف شما ایراد داره. اوکی، من با یک میگین جوابی برای این وجود نداره، ولی من با یه ریسرچ خیلی کوتاه جواباشو پیدا کردم و خیلی هم دقیقاً شبیه اون چیزی بود که من حدس می‌زدم. حالا می‌خواید براتون بخونم اینو خط به خطشو؟ بفرمایید. From an evolutionary perspective, the differentiation of genitals in two sexes has evolved due to sexual reproduction, providing variation in offsprings. میگه که از دیدگاه فرگشتی این تفاوت بین آلت تناسلی از دو تا جنس ها فرگشت پیدا کردن به خاطر sexual reproduction، یعنی تولید مثل جنسی، providing variation in offspring، واسه تنوع در offspring ها شدن. حالا این قسمت اولش خیلی بدیهیه، حالا وارد اون جزئیاتش میشیم. This variation increases the likelihood of some offspring surviving changes in the environment. این هم واضحه، میگه که این تنوع باعث بقای offspring بچه ها میشه، نوزاد. این قسمت اولش بدیهیه، اون جواب سوال تو قسمت دومش میاد. حالا برای بچه ها همین همشو میخونم. میگه این تنوع باعث میشه که به likelihood of some offspring، باعث میشه که بعضی از این بچه ها offspring رو چی بگم به فارسی، نوزادا، بچه ها بقای بیشتری پیدا بکنن توی محیط. Genitals have evolved to fit each other because any improvement in reproductive efficiency would be passed on through generations leading to a more optimized system for fertilization. میگه که آلت تناسلی فرگشت پیدا کردن برای اینکه تناسب بیشتر، تطابق بیشتری داشته باشن، fit each other because any any improvement in reproductive efficiency would be passed on، برای اینکه هر چیزی که کاربرد بیشتری داشته باشه توی این تبادل مثلا ژنتیک و اینا باعث میشه که این کاربرد بیشترش واسه بقای بیشتری بشه و به نسل بعدی منتقل بشه، leading to a more optimized system for fertilization. خب اینو همین گفتم. The compatibility of male and female genitals، میگه این تطابق، این همبستگی آلت تناسلی جنس نر و ماده
in species as a result of their evolutionary pressure to maximize reproductive success. میگه که این دلیلش اینه که توی فرگشت این تطابق همبستگی شدیدی که دارن به خاطر اینه که از لحاظ فرگشتی یک فشار زیادی وجود داره برای ماکسیموم کردن reproductive success، این موفقیت تولید مثل. حالا این قسمت مهمش که از اینجا شروع میشه که این از کجا شروع شده اصلا یه چیزی که مثلا حالت تناسلی اینا از کجا شروع شده، حالت تناسلی نرماده. میگه the development of the first genitals can be traced back. حالا من خیلی جالبه چون میگفتین که هیچ جوابی برای این وجود نداره، ولی جواب مثل که الان کلی کتاب هست درباره این، کلی مقاله هست. اتفاقا فرگشت آلت تناسلی به نظر میسه که کلی لیترچر دربارش وجود داره، اصلا یه دنیایی میسه که برای خودش، اینجوری که من دارم میبینم. میگه the development of the first genitals can be traced back to the early stages of sexual reproduction. میگه که پدید آمدن اولین آلت‌های تناسلی برمیگرده به the early stages of sexual، برمیگرده به مراحل ابتدایی تولید مثل جنسی. Originally organisms might have reproduced asexually. حالا asexually رو به فارسی نمیدونم چجوری ترجمه کنم، ولی میشه گفتش که مثلا اینجا ببینم ترجمه فارسیشو داره. میگه که در ابتدا، مثلا این ترجمه فارسیشو اینجا دارم که میگه ابتدا موجودات ممکن است بدون ارگان‌های مخصوص جفتگیری به صورت بی جنسی، asexual میگیم بی جنسی تولید مثل کرده باشن. ممکن است میگه ممکن است. بله بله میگه ممکن است. بله بله میگه ممکن است. داریم برای علم صحبت. یعنی داره آرمین ببینید جان. یه سوالی که اینجا هست، وقتی موجودات مثلا از ماهی میخواستن جدا بشن پرنده، چطوری اینها همزمان فهمیدن نر و ماده باید سیستم تناسلیشون رو کامل کنن؟ دو تا موجود باید همدیگر رو کامل میکردن یا با هم کامل میشدن؟ اگر یکی از اینها ناقص میشد، این پروسه یک جایی باید قطع میشد. سوال خیلی ساده است، شما پیچیدش دارید میکنید. باشه، این جواب برش داریم. بله اینو جواب برش داریم. ببینید بله. شما الان یه دونه ایراد که به این چیزی که میخواستیم بگیم برگشتیم گفتیم ممکن است، یعنی اینجا دانشمندان دارن با حدس و گمان با صحبت کنن. حالا ادامه بدین تا باز هستم در خدمتتون. ناآگاهی مردم از اینکه دنیای علم چیزی رو با یقین ادعا نمی‌کنه دارید استفاده می‌کنید که سعی بکنید که نشون بدید که اینجا یک مشکلی وجود داره، در صورتی که همه دنیای علم همش بدون یقین. خیلی جالبه ها، من فکر کنم شما میدونید اگه واقعا انقدر مطالعه کردید که دارید ادعا میکنید کردید، این گیری رو باید متوجه باشید که این گیری رو که اینجا دارید میدید چقدر ناموجهه. آیا از عمد دارید این گیری رو میدید برای اینکه چون دارید حساب میکنید روی مخاطب؟ نه اندر گیر نمیدم. ببین این اومده میگه ممکن است، یعنی ما نمیدونیم. بعد اومده توضیح داده داره میگه این دستگاه تکامل پیدا کرده فلان شده بهمان شده، در مورد هدف صحبت نکرده، در مورد هدف صحبت میکرده، نحوه چگونگیش صحبت نمیکنه، نمیدونه. با اگر و اما داره صحبت میکنه این مقاله. اینا رو من خوندم، شما این مقاله رو میگین فکر کنم تو سایتی گذاشته بود که دامنش هم داد. من هنوز تموم نشده، من هنوز تموم نشده. من منبع زیاد دارم، من کتاب زیاد دارم، مقاله زیاد دارم، زیر 5 دقیقه هم همش رو پیدا کردم. الانم تازه متوجه شدم که این دنیای فرگشت آلت تناسلی چقدر دنیای بزرگه. یعنی این تو دنیای فرگشت اصلا خود این قسمتش به نظر میسه که کلی اصلا یه دنیای بزرگیه و چقدر هم توجیه اتفاقا برای این ادعای شما توش زیاد شده. حالا این چیزی هم که شما دارید بهش اشاره میکنید که چجوری دو تا چیز جدا از هم به نظر میرسه که دارن همدیگر رو میبینن، این هم تو دنیای فرگش براش توجیه زیاد وجود داره. حالا اون قسمتش هم میتونم براتون بخونم. شما اسمش گذاشتین فکت. ببینید تئوری بالاترین مرحله‌ای هست که یک فرضیه بهش میرسه تو دنیای علم. اسکپتیکی اومده میگه اِوِلوشن فکته، بعد میایین با اگر اما صحبت میکنی، شما قبول ندارین فکت. یعنی تمام دنیای علم چون داره از استقرا استفاده میکنه و نه از قیاس، خب یعنی داره از اندکشن استفاده میکنه و نه از دیدکشن،
تمام دنیای علم، تمام نتیجاش به غیر از علوم ریاضی بدون یقینه. اینو شما متوجه هستید؟ تئوری جاذبه هم یه تئوریه که بهترین توجیه هست برای پدیده‌هایی که ما داریم می‌بینیم و حتی برای تئوری جاذبه هم ما یقین نداریم. اینو متوجه هستید؟ توضیح بدیم ببینیم چجوری تکامل پیدا کردم. من رشتم تو فایننسه، ولی من توضیح کلی این اتفاق رو الان برای شما دارم. و شما رفتین در یه کسی رو که رفته توی دانشگاه خب فایننس خورده و ویریا رو خب که معلم ریاضیه و فلسفه میخونه و آقای کنگرلو چی میخونه؟ حالا نمیدونم چی خونده ولی فرقش نیست. خیلی ادعای جالبیه، یعنی توسل به جهل هم نسبت به چیزی کاری که شما دارین انجام میدین اتفاقا قوی تره. معمولا وقتی دیندارا توسل به جهل میکنن چیزی رو جهل میدونن که تمام دنیای تمام علم بشری بهش نرسیده. و من الان با 5 دقیقه ریسرچ، با 5 دقیقه تحقیق دارم میبینم که چقدر این پروسه ریز ریزش توضیح داده شده. شما الان توی برنامه لایو کسی که تخصصش فرگشت نیست رو از با حافظه نمیتونه بیاد اینجا برای شما جزئیات یه پدیده رو توضیح بده رو دلیل بر این میدونه که توضیح شما درسته. بر اساسی که من چیزی که دارم میبینم اینه که همه اینا توضیح داده شده. خب حالا پس من ابتدا میخونم. میگه ابتدا موجودات ممکن است بدون ارگانهای مخصوص جفتگیری به صورت بیجنسی، حالا بیجنسی نمیدونم ترجمه خوبیه برای ایسکشوال، به صورت بیجنسی تولید مثل کرده باشند. بذار اینو ببینم. have produced asexually. اوکی. جمله قسمت جمله. Sexual reproduction likely began with the simple exchange of genetic material, perhaps through structures that were not specialized for reproduction. میگه احتمالاً تولید مثل جنسی با تبادل ساده ماده ژنتیکی آغاز شده است از طریق ساختارهایی که برای تولید مثل تخصصی نبوده است. خب یعنی ابتدایش اینجوری بوده. بعد ادامه پیدا میکنه میگه over time evolutionary pressure favored mechanisms that allowed more efficient and controlled exchange of genetic material. میگه با گذشت زمان فشارهای تکاملی مکانیزم های را که اجازه تبادل مؤثرتر و کنترل شده تری از ماده ژنتیکی میدهند مورد توجه قرار داد، یعنی بیشتر شد. حالا this led to the development of specialized cells, gametes and eventually structures and organs to facilitate their transfer. میگه این منجر به توسعه سلول‌های تخصصی، تخمک‌ها و در نهایت ساختارها و ارگان‌ها برای تسهیل انتقال آنها شد. ادامه می‌بینیم these evolved gradually into more complex and specialized forms, eventually leading to the genitals found in many organisms today. میگه اینها تدریجاً به اشکال پیچیده‌تر و تخصصی‌تری تبدیل شد و در نهایت منجر به ایجاد اعضای تناسلی که در بسیاری از موجودات امروزه یافت می‌شود شد. Then I am get the process would have been driven by natural selection favoring changes that enhanced reproductive success. میگه این فرایند احتمالاً توسط انتخاب طبیعی هدایت شده است، تغییراتی را که موفقیت تولید مثل را افزایش میدهد و اینا مورد میگه مورد علاقه و دیگه انتخاب میشه. اینجا حالا ترجمه فارسیش خوب نیست، ولی حالا این که چجوری دو تا چیزی که از هم جدا هستند باعث روی فرگشت همدیگه تأثیر میذارن، ما برای این توی دنیای فرگشت یه اسم داریم. هادی جان که میپرسید اینا چجوری از هم جدا هستن و یه همچه اتفاقی میفته، ما توی دنیای فرگشت یه پروسه داریم بهش میگن co-evolution. اگه میخواین درباره co-evolution هم اگه سوال برای شما هست که آقا نر و ماده جداه، این داره اونجا فرگشت میکنه، این داره اونجا فرگشت میکنه، اینا که همدیگه رو نمیبینن، این چجوری میتونه این دوتا با اینکه همدیگر رو نمیبینن جفتش رو هم تأثیر بذاره و با هم فرگش بکنه؟ حالا این رو برای شما عجیب تره. اگه این برای شما عجیب تره، من یه چیز میگم، گل و زنبور اونا هم جدا از هم دارن فرگش پیدا میکنن، جدا از هم هم و ولی زنبور وقتی که میره روی گل میشینه، این پالن ها به فارسی چی میشه؟ میچسبه به پای زنبور. هم گل داره فرگش پیدا میکنه و رنگ گرده و گرده و رنگ گل رو عوض میکنه جوری که برای زنبور جذاب باشه،
بوش رو عوض میکنه جوری که برای زنبور جذاب باشه، تمام شکل گل یه جوری عوض میشه که پاهای زنبور دقیقا بچسبه به جاهایی که باید بچسبه که این گرده بچسبه به پاش. یعنی گل داره مستقل فرگش پیدا میکنه، زنبور هم داره مستقل فرگش پیدا میکنه، ولی با این که دارن جدا از هم فرگش پیدا میکنن، فرگششون با هم تطابق داره. میگه این چه جوریه این فرگشته، اینا که همدیگه رو نمیبینه، چه جوری این دو تا همزمان داره با هم اتفاق میفته؟ ما برای این تو دنیای علم فرگشت برای این اسم داریم، بهش میگن کوئولوشن. دنیای کوئولوشن هم یک دنیای بسیار بزرگیه. این چیزی رو که سعید و هادی امروز دارن میگن برای گیر دادن به فرگشت هم چیز جدیدی نیست. مسیحی هایم که به فرگشت مشکل دارن الان چندین ساله که از این پدیده کوئولوشن دارن استفاده میکنن برای اینکه گیر بدن به اِوولوشن، که بیان بگن که آقا چون اینا از هم جدا هستن خیلی عجیبه، ما نمیتونیم تصور بکنیم که چرا این دوتا جدا از هم میتونه با هم بره جلو، در صورتی که این کاملا مطالعه شده هست و تئوریایی هم که اینو توجیه میکنه بسیار زیاد هستن و خیلی توضیحات قوی هم وجود داره. چشم که برای دیدن توی فرگشت فکر کنم 4 بار حداقل 4 بار به شکل مستقل از هم جدا از روندهای دیگه فرگشتی به وجود اومده. خب یعنی مثلا فکر کنم مثلا چشمی که تو حشرگاه میبینی با چشمی که مثلا توی الان بدن انسان میبینی، این دوتا با هم یک منشأ مشترک ندارن. یعنی چندین بار طبیعت به این نتیجه رسیده جدا از چشمهای دیگه، که این یک مکانیزمی هست که کاربرد داره. میفهمی دارم چی میگم؟ من توی طبیعت به خاطر اینکه یه سری مکانیزمای کاربردش خیلی زیاده، حتی توی روندهای مستقل از هم هم، یعنی توی جریانهای مستقل از هم هم در فرگشت، یه سری چیزای شبیه هم رو خواهید دید، به خاطر اینکه انقدر کاربرد داره که جدا حتی به طور بذاری. مثلا شما اگه فرگشت از نوار رو برگردونی عقب و یه سری چیزا رو عوض بکنی، دوباره پلی بکنی، یک سری ابزارهایی که الان حیوانا دارن دوباره پدید خواهد اومد، مثل چشم، به خاطر اینکه توی جهان توی کره زمین ما تو داری میگی از دو راه مثلا میان به یک نقطه میرسن، ممکن است یه موجودی آره. از دو راه بیان به یک نقطه. دقیقاً آفرین. برای اینکه اون مکانیزم کاربرد داره، اون شکل خیلی انقدر کاربرد داره که این بحثه. شما صرف من ببین آقای آرمین زنده باشه، اومدی اون مقاله رو شما قرائت کردی برامون، من زحمتش انگلیسی هم ترجمهش کردی، اون مقاله در مورد نحوه شکل گیری این سیستم صحبت نمی کنه که موجودات این دستگاه هاشون چجوری داره کلیگویی میکنه. به این دلیل میگه برای اینکه بتونن زاد و ولد کنن دستگاهشون تکامل پیدا کرد. خب این که نمیشه، اونم تازه با اگر و اما. آقای نوید یه صحبتی کردن خیلی جالب بود، میگفتن اگر این طراح داشت یه دونه اسپرم تولید میشد، اون اسپرم بدو بدو میرفت میرسید به گامت ماده، لقا انجام میگرفت. چرا 300 میلیون تا اسپرم باید تولید بشه؟ بابا یه دقت کن، ما داریم مقیاس میکروسکوپی صحبت میکنیم، اصلا این حرف خیلی خنده داره. شما هم الان اگر مقاله ای میخوای بخونی یا توضیح بده که از به بسم الله چه جوری شکل گرفته. همین، من این چند بار تاکید چیز کردم بهتون گفتم، تاکید کردم اینه بگی. خیلی جالبه. من ببینید این روش رو من سعید جان، من با این روش شما الان 12 ساله من این روش رو بلدم، من میدونم شما دارید چی کار میکنید. خب من الان میتونم، میخواید وقت بذارم، جزئیاتی رو که شما میخواید رو میتونیم در بیاریم با هم. خب الان من میخواین این لایو رو تبدیل بکنیم به این، اگه الان شما اینو میخواید از من، چون این مقاله هاش رو من میبینم که هست، من میبینم که این الان کاملا توضیح داده شده، پروسش هم الان برای شما، برای تا حدی که برای این برنامه کافی باشه نشون دادم که پروسش، حالا میگین کلی، بله کلی، برای که من الان شما انتظارتون از این بود که من جزئیات نحوه فرگشت آلت تناسلی رو از حفظ باشم و الان برای شما، یا برای شما اینجا بیام بگم، یا اینکه انتظار دارین از من که الان برم همین که همینجا اینجا لایف هستن کاملا سکوت بکنیم و من برم الان این مقاله ها رو در ریز ریزش رو در بیارم، بعدم خیلی از این مقاله ها پشت پیوال هست، پولشون هم بدم،
پی دی افش هم در بیارم و پی دی افش ریز خط به خطش رو با هم بخونیم بعد برای شما توضیح بدم. و ببینید ما این کارم بکنیم باز هم شما قانع نمیشید. این مثل مثل قرآن هست، مثل اینکه مثلا ما مشکل داشته باشیم با اسلام، میان میگن که خب شما مگه قرآن رو خوندید؟ من میگم بله خوندیم. میگن شما مگه عربی بلدید؟ من میگم خب مثلا کسی که عربی بلده اینجا با ما اتفاق نظر داره. و میگن خب اون مثلا کجا درس خونده؟ میگم خب اونم مثل که علما، قسمتی از علما بوده الان مثلا بی خدا شده. و میگی نه خب اون حوزه رو ما قبول، یعنی این استانداردیه که همینجوری هی عوض میشه. من الان دارم میبینم که توجیه این وجود داره، توجیهی هم که برای سطح برنامه الان کافی بود من خوندم. ما دنیای علم رو خب میبینیم با توجه به کاربردی که داره، با توجه به قدرت پیشبینی که داره، با توجه به قدرت توضیحی داره، با توجه به پروسه‌ای که توش انجام میشه که اشتباهات رو از توش در بیارن، ما تیغ و اوکام میزنیم و نتیجه گیریمون این هست که با احتمال بسیار زیاد نتیجه گیری هایی رو که توی این مقاله ها وجود داره بهترین توضیحی هست برای پروسه هایی که داره اتفاق میفته. حالا ما اگه بخوایم دقیقاً جزئیاتش رو پیدا بکنیم میتونیم کارو بکنیم. بگو آقا به من وقت بده، من میرم میخونم میایم با هم صحبت میکنیم. نه من نخونده این مقاله ها رو تایید میکنم. میدونین چرا؟ میدونین چرا؟ من اینو نمیتونم چیزی بگم. چرا؟ آها. شما پیر ریوید میدونین چی هست؟ دنیای پیر ریوید میدونین چجوری کار میکنه؟ پیر ریوید چجوری کار میکنه؟ بازبینی چجوری کار میکنه؟ پیر ریوید یعنی چی اصلا؟ نمیدونم. شما بگید. شما میگید رفتید مقاله های علمی رو خوندید و اصلا نمیدونید پیر ریوید چجوری کار میکنه. اصلا پیر ریوید اصلا نمیدونید چی هست. شما بگین آقا، بگین من ببینم چی میخواین بگین. بفرمایید شما. پیر ریویود روشیه که تو دنیای آکادمیک یک مقاله یک جورنال باید طی بکنه که پذیرفته بشه در دنیای علم. شما اگه برید جزئیات روش دنیای پیر ریویود رو مطالعه بکنید میفهمید که چقدر چیز سختیه و چقدر پاس کردن این مراحل چیز دشواریه و چقدر جزئیات باید دقیق باشه، استدلال ها باید قوی باشه، اسناد باید قوی باشه و چقدر پاس کردن دنیای این مرز این سنگر پیر ریویود برای کسی که ادعاهای تو خالی داره نزدیک به غیر ممکنه، مخصوصا تو دنیای استمز، تو دنیای علوم تجربی. چندین بار بازبینی شده که شما الان اومدی میگی آقا من تایید میکنم. کدومشو خوندی که بگی قطعا جواب سوال شما هست؟ رفتی خوندی اینو؟ به درد من نمیخوره که بگی شما بیا بگی دستگاه تناسلی تکامل پیدا کرد که بتونن تولید مثل کنن. شما نمیذارید من حتی جمله رو کرد که دستگاه تناسلی نر فهمید باید اسپرماش دوم داشته باشه. جواب اینه با من میخوام. شما الان گیر کردید، برای همین هر این تکرار، من جواب سوال شما رو دارم میدم ولی الان متوجه شدید که گیر کردید، برای همین حرفتون رو دارین تکرار میکنید، میخواییم برش گردین به یه جمله که فکر میکنین که توش دارین میبرید. شما حتی نمیذارید جمله من تموم بشه. این همه گفتم من از واژه تو دنیای علم، از واژه قطعا و یقین اصلا استفاده نمیشه. بعد شما میگی من نگفتم قطعا، من میگم من اینو قبول دارم، من از واژه قطعا استفاده نکردم، من گفتم من اینا رو تایید میکنم برای اینکه از مرحله پیر ریویو گذشته. تیغ اوکام شما میدونی چی هست؟ تیغ اوکام میدونی روش تیغ اوکام چی هست؟ بابا من هیچی نمیدونم. شما جواب سوال منو بده. خب من برای اینکه توضیح بدم برای اینکه چرا من یک مقاله رو تایید میکنم بدون که تک تک خطاشو بخونم، باید تیغ اوکام رو شما بشناسین که بتونم براتون توضیح بدم این رو. شما از من دارید میپرسید که چجوری نتیجه های یک مقاله رو قبول میکنم اگه تمام خط خط مقاله رو نخوندم. خب من دارم برای شما، برای خواهم اینو جواب سوال شما رو بدم، شما باید با تیغ اوکام آشنایی داشته باشین که من بتونم اینو به شما توضیح بدم. شما نمیدونید تیغ اوکام چیه، نمیدونید پیر ریویو، شما الفبای دنیای علم هم بهش آشنایی ندارید، بعد میگی من رفتم این مقاله رو خوندم. شما از لحاظ پایه ای اونقدر قوی نیستید که اصلا بتونید نتیجه گیری بکنید که این مقاله ها اصلا خوب هستن یا خوب نیستن. شما از لحاظ ابتدایی اونقدر سواد ندارید که بتونید اینو تشخیص بدید. شما وقتی حتی نمیدونید پیر ریویو یعنی چی، وقتی میاد میگی من رفتم این مقاله رو خوندم و جوابی براش پیدا نکردم، شما اصلا باید ببینید دنیای علم اصلا روش نتیجه گیریش چی هست. شما خودتون دانشمند نیستید، بعد دارید یک دانشمندایی که اصلا حوزه‌شون اینه، شما دارید تشخیص میدید که میدونید که اونها نمیدونن. بفهم شما خوبه. نه من ادعا نکردم که من خوبم، اتفاقا چون ادعا نکردم خوبم دارم توسل میکنم به نتیجه دانشمندا، دارم توسل میکنم به مقاله بعدی. خوب
کدوم لینک بده آقای آرمین، لینک بذاریم بالا. من الان براتون میخونم. خب براتون میخونم. خب الان سه تا کتاب، سه تا مقاله. دو ساعت من دارم چی میگم؟ دو ساعت من دارم چی میگم الان بهتون؟ پای دنیای علم بلد نیستید، شما حتی الفبای نحوه صحبت کردن هم بلد نیستید. شما چند بار تو حرف من اومدید؟ نمیذاری. سه تا کتاب برای شما معرفی میکنم، سه تا مقاله هم معرفی میکنم، ولی بیشترم میتونم بگم. برای کتابایی که معرفی میکنم، سه تا کتاب اینجا: The Red Queen, Sex and the Evolution of Human Nature, Dr. Tatiana's Sex Advice to All Creation, The Definitive Guide to the Evolutionary Biology of Sex, Sperm Biology and Evolutionary Perspective, edited by Tim R. Birkhead, Dave J. Hoskin and Scott Pitnick. چند تا جورنال هم معرفی میکنم: Eberhard W.G. 1985 Sexual Selection and Animal Genitalia, Harvard University. Arnqvist J. and W. J. and R. Rowe L. 2005 Sexual Conflict, Princeton University Press. ولی الان 6 تا مقاله دیگه هست، 6 تا مقاله رو بخونم بازم همینجور بگردم میتونم الان 10 تا 12 تا دیگه هم براتون پیدا کنم. اصلا دنیای بزرگه. من زیاد نمی‌دونم. جواب سوال من داخل اینا نیست. جواب من بر اساس نتیجه‌ای که دارم می‌بینم جواب سوال شما به طور جزئی داده شده. ولی من فکر می‌کنم شما قابلیت تشخیص اینا ندارید. سعید جان شما قابلیت تشخیص اینا ندارید که جواب سوال تو اینا هست یا نه. برای اینکه شما حتی نمی‌دونی که اصلا پی ریویو چیه. یعنی شما روش علمی رو باید اول برید باهاش آشنایی پیدا بکنی. Yeah. من میبینم جوابش هست، بخون دیگه. ای چقدر طول میدی آقا. اصلا من چی بگم آقا؟ من اصلا من آدم نفهم. بخون اصلا سوال من چیه؟ شما میدونی چی سوال من چیه؟ بله بله، شما جوابتون سوالتون این هست که چجوری توی فرگشت ما از نداشتن آلت تناسلی بین دو تا سکس رسیدیم به داشتن آلت تناسلی بین دو تا سکس. یا این اصلا سوال من رو تو متوجه نشدی مرد حسابی، اومدی میخوای جواب بدی به هم. بله سوال شما چیه؟ من سوال شما درست فهمیدم؟ شما الان سوالتون میخواین عوض کنید؟ سوال شما دقیقاً این بود. سوال شما دقیقاً این بود. من میگم آقا 300 میلیون اسپرمی که تو بدن مرد تشکیل میشه، این یه دونه دم کوچیک داره، بدن مرد، اندام مرد چجوری به این علم رسیده که این اسپرم قراره در داخل یک لوله شنا کنه و به یک گامت برسه؟ این دمه چجوری اومده شکل گرفت اونجا؟ از کجا میدونسته باید دم بذاره ته اسپرم؟ اصلا شما وقتی میگید بدن مرد چجوری به این علم رسیده، یعنی شما حتی ابتدایی اطلاعات هم در به فرگشت نداری. من نمیدونم چجوری اینا رو به شما توضیح بدم. من اول باید بیام به شما توضیح بدم که فرگشت اصلا چی هست، چجوری کار میکنه، بدن مرد به این علم رسیده اصلا معنی نداره تو دنیای فرگشت. که شما هدفتون شکست دادن منه، شما دارین من سوال شما رو خیلی خوب توضیح دادم، حتی بهتر از خودتون سوال خودتون رو براتون توضیح دادم، ولی چون میخواهید منو شکست بدید دارین ادا در میارین که میگین نه اصلا سوال منو متوجه نشدی. سوال شما بله شما مشابه کرد. یک فرایندی هم هست به اسم co-evolution. co-evolution رو شنیدی توی فرگشت؟ تا این پدیده رو شنیدی؟ اسمش رو شنیدی؟ اصلا تا حالا نشنیدم. بفرما. آره co-evolution. خب بذار براتون پس بخونم. میگه یا بگیم هم تکاملی فکر کنم. هم تکاملی فرایندی است که در آن دو یا چند گونه بر تکامل یکدیگر تاثیر میگذارند. از طریق تعاملات متقابل آنها فشارهای انتخابی رو بر یک دیگر وارد میکنند، موجب تغییرات در هر گونه میشود. مثالی برای این میانه رابطه بین گیاهان گلدار و زنبورهای لقاح کننده، نمیدونم درست هم میخوام بگم، مانند زنبورها هست. یعنی جایی که ویژگی های یک گونه به ویژگی های گونه دیگر و برگشت تکامل میابد. حالا این اینجا توضیح نداده، ولی کوئولوشن رو بین نر ماده توی یک گونه هم شما میتونید پیدا بکنید. یعنی دقیقا همین پروسه ای که الان شما دو تا گونه از هم جدا دارید و تکاملشون داره روی هم تاثیر میذاره، این وقتی که بین دو تا گونه داره اتفاق میفته، خیلی بدیهیه که چقدر این پروسس راحت تره بین موجود توی یک گونه که حتی جین پولشون با هم اصلا مشترکه. یعنی ببینید دو تا گونه ای که جین پولشون با هم مشترک نیست، زنبور و گل، اصلا با هم کاملا
فاصله دارن، یعنی کاملا اتصاله. زنبور گل با هم فکر میکنن خیلی عجیبه. جواب سوال من رو بده. دارم جواب سوال شما رو میدم، شما متوجه نیستید که من دارم جواب سوال شما رو میدم. میگم یک مرد و زن اطلاعات ژنتیکیشون با هم متصله، چون ژن پولشون با هم قابل تبادله، یعنی پدر مادرشون، یعنی اینا اجدادشون یکی بوده، ارتباطات اطلاعاتشون اتفاق خیلی نزدیک به همه. من دارم دنیایی رو برای شما مثال میزنم، دنیای زنبور و گل، که حتی اطلاعات ژنتیکیشون حتی با هم متصل هم نیست. یعنی اگه شما مشکل نداشتن علم بدن مرد رو دارید، که من میگم اتفاقا اطلاعات ژنتیکیشو داره که متوجه باشه، حالا متوجه رو به طور استعاری دارم استفاده میکنم، که چه فرایندی رو احتیاج داره، که اسپرم باید چه شکلی باشه که توی با تخمه کار بکنه، شما اگه این متعجبتون میکنه، این پروسه زنبور و گل باید بیشتر شما رو متعجب بکنه. شما فکر کنید اولی موجود نر و ماده چطور سیستمشون با هم کامل شده، اینا چه علمی داشتن که تونستن با هم مچ بشن مثل چرخنده کار کنه. اینو بگید خیلی ساده است. اول سوال شما غلطه، بذارین سوالتون اول اصلاح میکنم بعد جوابتون میدم. خب ببین، شما وقتی از واژه فهمیدن، دونستن، این علم داشتن استفاده میکنید، خب یعنی فرایند فرگشت رو متوجه نیستید چه اتفاقی میفته. حداقل بگی که این اطلاعات ژنتیکی از کجا اومده، اینجوری صحبت بکنید، چون که توی فرگشت علم داشتن، دونستن و فهمیدن قسمتی از مغز هست. شما احتیاجی به علم داشتن و دانستن و فهمیدن ندارید برای که یه اتفاق توی فرگشت بیفته. خب برای میگید دارم توضیح رو میدم. اگر اینجا تصادفی باشه که این قطع میشه که، خب دارم جواب میدم، دارم جواب میدم. خب ببینید، شما فکر میکنید شما یک مغلطه‌ای که شما دارید میکنید مغلطه دوگانگی کاذبه، یعنی فکر میکنید یا یک چیزی تصادفیه یا هوشمندانه است. چون فکر میکنید به غیر از این دوتا چیزی رو نمیتونید تصور بکنین، اینجا دارید میگید اینو از کجا فهمیده، اینو از کجا میدونسته، علم اینو از کجا داشته، و چون فکر میکنید چون هوشمندانه رو دارید حذف میکنید، فقط تصادفی باقی میمونه. برای همین اگه من وقتی که دارم میگم که علم نداشته، هوش نداشته، آگاهی نداشته، نمیفهمیده، نمیدونسته، شما میگی که اگه نداشته پس تصادفی اینو توجیه نمیکنه، چون قابلیت دیدن گزینه‌های غیر از تصادفی و هوشمندانه رو ندارید. حالا جواب سوالتون هم میدم اگه اجازه بدید. ها، این که دارید میگید اولین موجود نر و ماده، اینجا هم نشون میده که نمیدونید فرگشت چجور کار میکنه. خب ما اولین توی فرگشت نداریم، اینها فرگشت خب یه پروسه‌ای هست که انقدر طیفیه که شما هیچ وقت نمیتونید بیاید یه خطی مشخص بکنید و بگید قبل از این فلان بوده و بعد از این دیگه فلان شده. ما اولین موجود نر و ماده هیچ وقت توی فرگشت نداشتیم، نداریم یه همچی چیزی رو. برای اینکه این مفهوم رو درک بکنید برای شما توضیح میدم. خب شما فرض کنید که از آبی دارید میرید به قرمز، خب از وسط این شما به بنفش میرسید، اگه دارید از آبی دارید به قرمز میرسید. حالا وقتی که توی بنفش هستید، اینکه از چه زمانی الان دیگه بنفش نیست و قرمز شروع شده، این هیچ خط مشخصی نداره. نمیتونی بیا بگی از اینجا به بعد دیگه این آبی بنفش نیست و قرمزه. برای همین لطفاً از واژه اولین برای نر و ماده استفاده نکنید. اینم مثلا حالا جواب سوال شما. من همونجور که قبلا با درکم از فرگشت حد زدم که پروسه این پروسه چجوری بود و حدسم درست بود، الانم دوباره شما برای شما هم کار میکنم و به احتمال زیاد میگم که حدسم درست. جوابش اینه که توی فرگشت ما توی موجوداتی که ایسکشوال بودن، یعنی چی؟ یعنی نر و مادهشون از هم جدا نبود. ما حیوانات تو حیوانات الان نگاه میکنیم، حیوانات پیشرفته تر مثلا پستاندارا و پرنده و اینا، نر و ماده از هم جداست. خب ما نداریم ماده، ولی اگه روند فرگشت رو نگاه بکنید برگردید عقب، حیوانات یک زمانی نر و ماده نداشتن، الان هم خیلی حیوانات میبینید که نر و ماده ندارن، ولی با این حال تولید مثل جنسی داشتن. چجوری میشه یک حیوان نر و ماده نداشته باشه ولی تولید مثل جنسی داشته باشه؟ برای اینکه داره به خودش تولید مثل میکنه. مشکل اینه که یک موجود زنده عین خودش رو درست بکنه، اینه که از لحاظ بقا هزینه داره. چرا؟ چون اگه شما عین
ننت باشی، حالا میدون ننه و بابا و ننه فرق نمیکنه به خاطر اینکه جفتشون نر و ماده نداریم، تو اگه این مامانت باشی بعد بچت هم این تو باشه، این ادب وجود گوناگونی ویژگی ها در طبیعت باعث میشه که اگه یه مریضی بیاد که یکی تونو بکشه همه تونو بکشه، یا یک مثلا یه اتفاقی بیفته که بتونه ویژگی های یه حیوان رو بکشه، چون همشون شبیه همن اصلا این نسل منقرض میشه. برای همین از لحاظ فرگشتی کاربرد داره که من وقتی دارم انتقال میدم اطلاعات ژنتیکیمو به فرزندانم یه کاری بکنم که گوناگونی توش افزایش پیدا بکنه. یعنی مثلا اگه اطلاعات ژنتیکی مادر رو نگاه بکنی به نحوی که این کارت ها کنار هم هستن، به جای اینکه بیام کارت ها رو انتقال بدم به همون شکلی به همون نظم اولیه، بیام یه بر بزنم که فرزندها یه ذره با من فرق داشته باشن، این اطلاعات ژنتیکی رو یه بوری میزنم. حالا این باعث میشه که من بتونم بقای یعنی آگاهی بر زده؟ نه، بدون آگاهی بر زده، بدون آگاهی بر زده. حالا اگه میخواید نداشت نبودن آگاهی رو توجیه بکنم که چرا بدون آگاهی این کار اتفاق میفته، که این میشه برمیگرده به اصلا فرایند فرگشت از ابتدا، که اصلا فرگشت چجوری کار میکنه، که چجوری بدون آگاهی این اتفاق میفته. حالا بعد از یه مدتی چیزی که نشون میدیم تو فرگشت نشون میده که کاربرد بیشتری هم از این داره، که فرض کنید که شما مادر هستی، میگی من اطلاعات ژنتیکیمو میخوام انتقال بدم، ولی قبل از اینکه انتقال بدم یه بور بزنم که این بچه‌ها با من فرق بکنن، که گوناگونی بیشتر پیدا بشه، بیشتر اتفاق بیفته تو محیط زیست، و این باعث بشه که من احتمال بقام بیاد، احتمال منقرض شدن گونه ما کمتر بشه. حالا برای اینکه این گوناگونی بیشتر هم بشه، یه کار دیگه میتونم بکنم. میتونم اصلا دو تا مجموعه کارت داشته باشم، اینا رو با هم قاطی بکنم، بعد بر بزنم، بعد از هم جداشون بکنم. این گوناگونی رو از اینم بیشتر میکنه. حالا من برای اینکه بتونم این بازی رو بکنم، میتونم یه قسمت از بدنم رو تخصص بدم برای اینکه یه سری اطلاعات ژنتیکی رو بسازه، یه قسمت از بدنم هم تخصص بدم برای یه اطلاعات ژنتیکی دیگه، بعد این دوتا رو به هم وصل بکنم، یعنی یه برش اینجا، یه بر اینجا میزنم، یه بر اینجا میزنم، بعد اینا رو قاطی میکنم، بعد نصف اینو برمیدارم، بعد بچه تولید میکنم. این گوناگونی رو هم بیشتر افزایش میده. یعنی من فاصله اگه بین اینا افزایش بدم، راندومیزش بیشتر میشه، راندومایزیشنش بیشتر میشه، برای راندومایزیشنش بیشتر بشه، گوناگونی هم بیشتر میشه. حالا همینجوری بریم جلو، فرض کنین که من مثلا من الان هم نرم هم ماده، یعنی هم آلت تناسلی نر دارم، یعنی اونی که داره انتقال میده، همونی که داره میگیره، ولی همینجوری فرگشت ادامه پیدا بکنه، نسل به نسل به نظر میرسه که اگه بعضی از گونه، بعضی از کسایی که عضویت دارن در این گونه فقط انتقال بدن و بعضیا بگیرن، این باعث میشه که گوناگونی از اونم بیشتر بشه. یعنی بعد از یه مدتی مثلا فرض کنیم من هم آلت تناسلی مر رو دارم، هم آلت تناسلی ماده رو، ولی بعد از یه مدتی آلت تناسلی ماده بعضیا کمرنگتر و کمرنگتر بشه و تمرکز بره رو آلت تناسلی نر، ولی برای بعضیا برعکس جوری بشه که اصلا تخصص پیدا بکنن رو بعضی از این اعضای این گونه که اطلاعات ژنتیکی رو بدن و بعضیا بگیرن. این جدا شدن این دوتا از هم باعث میشه که این پروسه رندومایزیشنش و گوناگونی بیشتر بشه. خب برای اینکه بعضیا میرن یه طرف، بعضیا میرن یه طرف، حالا اونا فرگشت پیدا میکنن، فرگشت پیدا میکنن و بعد جدا از هم اینا به هم وصل میشن. ببین شما اگه مثلا بخوای خیلی راندومش بکنی، خب مثلا میگن که آرمین تو مثلا این کارت ها رو برو بزن، تو این کارت ها رو برو بزن، اینجوری برو بزن، ولی حالا مثلا من که خیلی دیگه مطمئن باشیم رندومه، من میگم مثلا تو اینو برو بزن، من اینو برو میزنم، بعد تو بده ببن، من با هم خاطیش میکنم. این نشون، من با ریاضی میتونیم نشون بدیم که این از لحاظ تکاملی چرا ادوانتیج داره، چرا باعث گوناگونی بیشتر میشه و باعث بقای بیشتر میشه. اینا رو همینجوری داری داستان سرایی میکنی واسه ما؟ نه اینا یه قسمتش رفرنس الان میتونی بدیم دیگه. بله بله، همه چیزایی که من گفتم رفرنس ایناست. من 6 تا مقاله دیگه هم براتون بخونم. نه این جواب درست نیست. جواب درست اینه که موجود نر تعداد زیادی گامت تولید میکنه و موجود ماده یک گامت تولید میکنه. اینی که شما میگی یک موجودی بوده هم نر بوده هم ماده بوده، اصلا از نظر علمی ایراد داره. من چک کردم، چک کردم الان تعریف من درست بود. من اتفاقا چون مطمئن نبودم گفتم شاید علمی درست باشه. من الان دارم چک میکنم. ای بابا این تعریفی که شما گذاشتی تعریف علمی نیست.
گل همین چیزایی که شما میگی رو تولید میکنه؟ گل گرد تولید میکنه، گامت تولید نمیکنه. خیلی خوب، پس چرا توی گل وقتی که ما داریم گل رو مطالعه میکنیم میگن این قسمت نر گله و این قسمت ماده گله؟ نه اینو نمیدونستم من. بفرما شما نر مادگیش کجاست ماره گل؟ اوکی خب همش هم توی یه گله. شما اگه گل رو باز بکنین اون قسمت وسطش، حالا نمیدونم به فارسی چی میشه، یه قسمت اووری داره خب که از اون بالا این یه اطلاعات ژنتیکی واردش میشه میره پایین و این گله رو تبدیل به میوه میکنه. خب و یه قسمتی گل داره. بچه اینا فارسیشون چی میشه؟ نمیدونم. انگلیسیش میشه استامن و پیستل. خب قسمت پیستل گل قسمت ماده گله، قسمت استامن گل قسمت نره گل هست. و اگه تعریف من درست باشه از نر و ماده، الان توجیه میکنه که چرا تو دنیای علم هم گل نر و ماده داره. ولی اگه تعریف شما درست باشه از نر و ماده، پس ما اصلا برای گل نمیتونیم از واژه نر و ماده استفاده بکنیم، در صورتی که استفاده میشه توی دنیای علم از واژه نر و ماده برای گل. پس تعریف من درست بود و تعریف شما غلطه. بریتانیکا رو قبول دارید به عنوان یه منبع معتبر؟ تو چت بذارم مثال من رو برای اینکه یه مفهوم پیچیده رو ساده بکنم رو. خب شما داری مسخره میکنی برای اینکه نمیفهمی اصلا من دارم چی میگم. چیزی که تمام این مقاله ها توضیح دادن، خب این افزایش رندومایز کردن انتقال اطلاعات ژنتیکی هست که باعث افزایش گوناگونی میشود و این باعث افزایش شانس بقا می شود. متوجه هستین وقتی از من می پرسید که تو کدوم صفحش گفته که برش اینا دارن برش کارت انجام میدن، یا شما اصلا منظور منو نفهمیدید یا اینکه فقط اومدین منو مسخره بکنید؟ خودت خنده دار نیست؟ خیلی خنده داره واقعا. اگه من گفتم اینکه شما میگید من خنده داره. آره خیلی خنده داره، واقعا خنده داره. حتی نمیتونه گوش بکنه من دارم چی میگم. من بهش میگم استفاده از واژه فهمیدن اشتباهه. فهمی این که شما دارید فهمیدن رو میبینید یک توهمه، شبیه آگاهیه ولی فهمیدن نیست. بعد به خود من که دارم میگم فهمیدن یه واژه غلطیه میگه خنده داره که تو میگی اینها فهمیدن، یعنی کاملا برعکس چیزی که من دارم توضیح میدم. این آدم ادعا میکنه که میاد فرگشت رو له میکنه چون رفته مطالعه کرده. تو وقتی که من این رو دارم اینجا توضیح میدم حتی این هم نمیفهمی. کسی که نمیدونه پیر ریویو چیه، کسی که نمیدونه آکامز ریزر چیه، کسی که ما اینو تو راهنمایی خوندیم. بچه من یادمه ما اینو تو راهنمایی تو جمهوری اسلامی با اون سیستم تحصیلاتی مزخرفش من راهنمایی یادمه میگفت گل این قسمتش نره این قسمت ماده شه. بعد طرف رفته میاد ادعا میکنه رفته من زیست و اینا رو خوندم و بلدم و دانشمنده جواب من رو نمیتونم بدن. آقا یه کسی که سوادش در حد راهنمایی میتونه به شما توضیح بده که داری اشتباه میکنی، بعد میگی دانشمنده تو جواب سوال شما موندن. خنده دار شمایید، واقعا خنده دار، واقعا مسخره است. بعد هر موقع که میبینه به بنبست رسیده میاد میفهمه جمله ای رو که من اگه تموم بکنم چقدر ضایع میشه. اینکه کسی که ادعا میکنه اومده منو له بکنه وقتی میبینه داره له میشه چی کار میکنه؟ به هر در دیواری میزنه که جمله من تموم نشه، برای اینکه متوجهه که جوابشو دارم. اوکی بچه بچه بفرم حلزون همزمان هم اسپرم تولید میکنه هم تخمه، یعنی یه حلزون. مشکلت پس فقط با نر و ماده نیست، مشکلت با آلات تناسلی نیست، چون این توهم فهمیدن رو که ما فقط تو آلات تناسلی نمیبینیم، این توهم این که فهمیدن رو آگاهی رو تو همه جای فرگشت ما میبینیم. پس شما فقط نیا به آلات تناسلی گیر بده. آقا جان ما توی جاهایی که آلات تناسلی هم نباشه این توهم آگاهی رو ما میبینیم. پس شما اصلا پروسه فرگشت رو یاد بگیری میفهمی که چرا توهم آگاهی رو توی طبیعت مشاهده میکنیم. برو اونا رو بخون. اصلا یه جای تبدیل شد به کمدی. ها میگفت که چیزه، میگفت این از کجا مثلا فهمیده. خب حالا این که مثلا عکس وقتی که همین میفهمیدن و کسی میگه من تو شما متوجه میشم که مثلا فرگشت رو نمیفهم. خب کاری به این نداره.
حالا گیریم مثلا اون حیوان مثلا یا موجود فهمید، خب مثلا من الان به عنوان یک گربه خب نشستم دارم فکر میکنم خب من چی خواه کنم به بقا برسم، چی خواه کنم بقا پیدا کنم، میگم که باید مثلا نیشان بزرگتر بشه. راست میگه گربای من خیلی من چی خواه کنم نیشان بزرگ شه. خیلی نکته فرس، خیلی نکته خوبی گفتی. اصلا انقدر بی ربطه به فهمیدن. مثلا یه حلزون اگه فهمیدی یه چیزی به دردش میخوره، حالا مگه میتونه بعد مگه میتونه چیزی رو عوض بکنه؟ ربطی به فهمیدن نداره. راست میگه ها، مثلا اینمونه که مثلا ما انسانا که فهممون که از حلزون و اینا ماهیانه که بیشتره. من اگه الان بفهمم که بال در بیارم به دردم میخوره، این فهم من باعث بال در آوردن میشه؟ چه ربطی داره به فهمیدن؟ ای بابا بدبختی. راست میگی فرست، کاش اینو میگفتم. خیلی این اصلا نمیکشید بنده خدا رو بخواد. مثلا فکر کنم رئیس گربه ها میاد مثلا ریشای سفیدی داره و دیدن که از این طرف میاد میگه آقا این کارو بکنید به نظرم جواب میده. ما دومه رو دراستر کنیم، من فهمیدم باید دومه دراستر بشه. اصلا همه گونه ها شورا، همشون یه شوراهایی دارن که سالانه با هم جمع میشن و با هم بررسی میکنن بر اساس مقداری که بقا پیدا کردن. مثلا یکی میاد میگه آره پسر خاله من مرد به خاطر اینکه نتونست بنزه کافی بدوه، و میگه آکی بنویسین توی بیانیه‌مون بذاری که ما مایچه پا احتیاج بیشتر داریم برای دویدن بیشتر. و یه کسی میاد میگه که آره من رفتم فلان چیزو خوردم مریض شدم، نزدیک بود بمیرم. اوکی بذارین توی غریزه بچه‌ها تو شورا تعیین بکنیم، رأی بگیریم که به غریزمون اضافه بکنیم که یه همچی چیزی رو دیگه نخوریم، برای اینکه نزدیک بود فلانی نزدیک بود بمیره. فهمیدن چه ربطی داره اصلا با فرگشت؟ اوکی من بگم آرمین یه نکته بگم. ابتدای صحبت سعید که اومد بالا گفتش که من با افتخار مسلمانم، بعد شما مثلا یک آیه قرآن که کلا مثلا 3 واژه است کنار هم دیگه، وقتی شما معنی از اینا میخوای تقریبا 3 با مثال و تلمیح و نمیدونم همه اینا رو به کار میبرن که واسه توضیح بدن منظور این آیه چیه. بعد شما مثلا داری براش توضیح میدید اون مثال بور زدن ورقا رو، میگه این کجای مقاله دانشمندان است؟ خب آقا این تناقض رو شما کجای شخصیت و ذهنیت رو میذارید؟ شما یه 3 واژه رو 3 تفسیر با مثال میارید، بعد مثلا میاریدش توی مثلا راز بقا مثال از حیوانا میارید که اینجوری میشه، تا اینو بخواید توضیح بدید. بعد شما مثلا واسه یک چیز علمی بخوای مثال بزنی یا تشبیه بیاری یا هر چیز دیگه ای که تو بفهمی، این مشکل از مثلا آرمینه یا مشکل از کسی که داره بوینده است داره به شما میفهمونه؟ من دارم وقتی نمیفهمه دیگه آدم چه کار کنه. بعد استاندارد دوگانه رو ببین. ما میگیم حالا خدا چرا وجود داره؟ میگه نمیدونیم. خب خدا پیچیده است نیست، نمیدونیم. خب بعد اینا ما اگه بیان بگیم خب مثلا بعد کلی تو دنیای علم کلی چیزا جواب داده شده، ولی بالاخره به یه جایی میرسن که یه چیز جواب داده نشده. حالا میگم این جواب داده نشده، او پس خدا. بعد خودشون کلی ادعا دارن که پشتش کلی ابهامات وجود داره و همه چی رو نمیتونن توضیح بدن. بعد من میگم آقا خدا چرا هست؟ چرا خدا، اینکه وجود خدا از کجا میاد؟ اینه که آثارش چیه ها، پروسه ای که به این میرسه که خدا هست، این از کجا تون در آوردید؟ ویژگی های خدا رو مثلا بعضیش میگن میدونیم، بعضیش میگن نمیدونیم. خب پس ما اگه نداشتن اطلاعات توی دنیای علم، اینکه مثلا خدا چجوری یه چیزی رو خلق میکنه، خب اینکه خدا مثلا میگن درک ما از خدا خیلی کمه، چیزی که از خدا میدونیم خیلی کمه. دیندارا اینو ادعا میکنن دیگه، میگن اصلا مغز ما نمیرسه مثلا قابلیت درک خیلی چیزهای الهی رو نداره. خب این همه نداشتن درک رو دلیل بر این که باورشون اشتباهه رو نمیکنن، ولی تو دنیای علم شما بالاخره هر بگی این چه جوری شده، بالاخره به یه جایی میرسه که یه چیزی رو جواب نداره دنیای علم. این رو سند بر این میدونن که همه چی، همه این سیستم اصلا رو هواست. اوکی لایک رو یوتیوب یادتون نره، نرید کامنت هم بذارید بعد از برنامه. مرسی فعلا. پس منم خداحافظی کنم، ممنون از همتون. ابلیس یارو نگهدار همه شما فعلا تا بعد. What?